بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز و خوب و مهربان ما، سلام، بعد از ظهرتان بخیر. انشالله که صحت و سلامت باشین. امروز در خدمت شما هستیم با روز دوم از هفته ششم رقابت های فصل سوم لیگ قهرمانان افغانستان که با حمایت مالی انرژی وکتور در حال برگزاری است. دعوت میکنیم که بیاین به استادیوم بازی ها را از نزدیک تماشا بکنین. امروز هم دو بازی فوق العاده جذاب و تماشایی داریم که در چارچوب هفته ششم مسابقات برگزار شده. دیدار اول را هم تیم های اتک انرژی و تیم جوانان واحدی برابر هم برگزار میکنند. ما در روزهای گذشته شاهد برگزاری دیدارهای جذاب خود بودیم اما در جریان همین مسابقات نتایج هم رقم خورد که برای خیلی از تماشاگران شاید جالب توجه بوده باشه. حامیان نشر ما شرکت های مخابراتی افغان تلکام و سلام هست. شما همزمان که از طریق آریانا بیننده ما هستین، همچنان از طریق صفحه یوتیوب و فیسبوک آرین اسپورت هم میتونید که با ما برنامه را دنبال بکنید. آقای یوسفی، تیم اتک انرژی فعلا در چه وضعیت قرار داره؟ خدا رو شکر میکنیم بعد از بازی درخشانی که کرده و نتایج خوبی که گرفتیم، تیم آمادگی خوبی داره. الحمدلله تمرینات خوبی پشت سر گذاشتیم و آماده برای مسابقه امروز. امروز حریفتون رو چگونه دیدین؟ تا با توجه به بازی نگری کردین یا هم آنالیزی که داشتین؟ ما بازی تیم اویدی قبلا دیده بودیم، بازی هایی که حریف ها خود مستقیم میام از استادیوم نگاه میکنیم، تماشا میکنیم، نکات ضعف و قوتی که ممکنه وجود داشته باشه اونا رو برداشت میکنه و چی در تمرینات و چی در جلسه فنی خود صحبت بازیکن‌ها صحبت میکنه و گوشزد میشه ان شاء الله. تیم جوانان واحدی دو ستاره مهم خود را نداره، یک جنید علی که در گل بود و یک هم ستاره شماره 21 شان جنید علی شاه که در سمت چپ دفاع بازی میکرد، تیم به خوبی کنترل میکرد و هم خوب میتونه تقویت کنه. فکر میکنین میتونه که کمک به تیم شما بکنه تا امروز آمار بهتر گل ثبت کنین؟ قبل از هر چیز ما به سه امتیاز بازی فکر میکنیم. اون تا جول در مرحله اول مد نظر ما یا در واقع ما دنبال از موضوع نیم، فقط ابتدا برای سه امتیاز ما تلاش میکنه و انشالله که بتونیم نتیجه خوبی بگیریم. همچنان که از دو یا سه بازیکنی ما دو بازیکن ما محرومن، دو بازیکن ما مصومن، چهار تا از بازیکنایی که ابتدا برای ما بازی میکردن امروز متاسفانه در اختیار نداریم. میخواستم میره در این باره بپرسم که در نبود همچون ستاره های میخواییم که چه ترکیبی را به میدان بفرستیم؟ خب قطعا تیمی که برای قهرمانی بازی میکنه باید ابزار لازم برای رقابت داشته باشه. ما خوشبختانه نیمکت خیلی خوبی داریم، در واقع اتک انرژی بازیکنان این همگی بازیکنان درجه یک هن. ما نمیتونیم بگیم این نیمکت بازیکنان نیمکت ما هم یا در واقع تیم دومه. الحمدلله بازیکنان خوبی در اختیار داریم که میتونه خلای نبود اونا رو پر کنه. امروز آنگونه که دیدمش از گروین هم قرار است که در نیمه اول استفاده شد. قطعا همینطوره، ما گفتم که چهار تا بازیکن ما دو تا به دلیل مصونیت و دو تا به دلیل سکارت بودن امروز استفاده کرده نمیتونه. بنابراین با این ترکیبی که امروز شاهد هستیم به میدان حاضر میشه. در نبود او ستاره ها فکر نمیکنید که دوچار مشکل شاید؟ گرچه شما تاکید کردین که شما نیمکت و ترکیب اولتان هر دو یک دست است. سعی میکنه انشالله او خلال پر کنیم، بزگنان خوبی داریم و با تلاش انشالله او خلال پر میشه. مطمئنم که احساس نخواهد شد. یک چیزی که بیشتر در مواقع کنترل تیم در از نگاه ذهنی در بازی ها از دست رفته، ما در چند مورد بازیکن ها رو دیدیم، البته بعضی تیم ها را که دچار مشکل شدن و استرس جریان مسابقه از طرف حریف سبب شده که فشار وارد شود روی تیم تا از نگاه ذهنی تخریبش کنه و کنترل بازی را در اختیار بگیره و از نگاه روانی بازیکن ها دچار مشکل بسازه که کارت دریافت کنه یا موارد دیگر. چطور کنترل کردین تا کنون تیم اتک از این قبیل؟ اولا که الحمدلله کادر قوی داریم، چه سرپرست و سرمربی و اعضای کادر فنی ما، و از طرف دوم ما بازیکنان با تجربه داریم که تجارب ملی و بین المللی دارن خوشبختانه و این کار ما راحت تر میکنه. انشالله که به این امر ما موفق باشیم و پیروز کنیم. خیلی زیاد تشکر آقای یوسفی. تشکر، خوش باشیم. آرزوی بازی بسیار خوبی برای تماشاگرهایی که از نزدیک میبینم و اونایی که از پرده تلویزیون میبینم، امیدوار بازی خوبی شاید باشن. خیلی زیاد تشکر، موفق باشید. صحبت های آقای یوسفی از تیم اتک انرژی را در پیوند به تیم اتک شنیدین. اتک که تاکنون در تمام بازی های خود با هر آمار که برنده شد هیچ گل دریافتی در این رقابت ها نداره. میریم به طرف هایلایت بازی تیم های عدالت موج ساحل که عدالت فراه اولین سه امتیاز خود را گرفت و موج ساحل را برد که بسیار آماده تر از آن چه که انتظار داشتیم پیش آمده بود. بعد از آن هم وقفه داریم و دوباره در ادامه با شما خواهد بودیم.